روز 76 قدیمی ترین شهر جهان. گفتگو. الف، نزدیکترین دستگاه ATM کجاست؟ ب، دور نیست. آیا آن ساختمان زرد را می‌بینید؟ آن یکی که بزرگ است یا آن یکی که کوچک است؟ آن که بزرگ است. بله، نزدیک آن ساختمان است، سمت راست. آیا این اطراف فروشگاه است؟ فکر نمی کنم این اطراف باشد. نزدیکترین فروشگاه در خیابان سوم است، اما احتمالاً الان بسته است. من واقعاً نیاز دارم چیزهایی را بخرم. خب، شما می توانید به خیابان 22 بروید. آنجا مغازه های زیادی است که 24 ساعت شبانه روز باز هستند. می توانم با مترو بروم؟ بله، اما ممکن است یک ساعت طول بکشد. لطیفه. پدر: بچه جان، کار کردن را از این مورچه ها یاد بگیر. بیچاره ها دائما کار می کنند، یک روز هم تفریح و استراحت ندارند. بچه: پس بابا جان، چطور روزهای جمعه که ما می رویم گردش، آنها هم آمده اند؟ جمله های رایج: حدود 500 متر راه است، پیاده حدود 5 دقیقه راه است، سر چهار راه بپیچ سمت راست، روبروی بانک است، پشت مسجد است، ابتدای جاده کمربندی است. شعر: در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است، از سرخی خون شهریاری بوده است. هر شاخ بنفشه که از زمین می روید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. خیام. کلمه روز: جایگزین. معنی. مثال: آنها کتاب الکترونیک را جایگزین کتاب کاغذی کردند. ضرب المثل: گرگ باران دیده. این اصطلاح به معنی افراد با تجربه و دانا است که در زندگی تجربه های زیادی را کسب کرده اند. البته این اصطلاح کمتر برای تعریف از طرف مقابل به کار می رود و بیشتر برای سرزنش به کار می رود. آش نخورده و دهن سوخته. این ضرب المثل به این معنی است
که شخصی کاری را انجام نداده باشد ولی گناهکار شناخته شود. گفتگو: الف، ببخشید، ممکن است به من کمک کنید؟ ب: بله حتما، چه کمکی می توانم بکنم؟ من به دنبال اداره پست می گردم. اداره پست این شهر کجاست؟ خب من اهل این شهر نیستم، من مسافر هستم. می دانید از چه کسی بپرسم؟ به نظر من بهتر است از فروشنده بپرسید. ممنون، ببخشید وقتتان را گرفتم. خواهش می کنم. اصطلاح روز: خدا را چه دیدی؟ معنی: امیدوار باش. مثال: خدا را چه دیدی؟ شاید به آرزویت رسیدی. خواندن: شوش به عنوان کهن‌ترین شهر جهان شناخته شده است. در این شهر از آغاز حیات بشر تا کنون زندگی شهری جریان دارد. این شهر باستانی در شمال غرب شهر اهواز قرار دارد. شوش به خاطر موقعیت جغرافیایی و سیاسی خاص خود با نقاط گوناگون جهان ارتباط داشت. امروز موزه‌ای در جهان نیست که آثار متعددی از شوش در آن نباشد و این نشان دهنده ابعاد وسیع غارتگری آثار شوش باستان در طول چند دهه اخیر است. کلمات جدید: دائما، دست فروش، درک کردن، شهریار، در دسترس، خمیر مایه، بنفشه، رخ، دفترچه، خریداری کردن، نگار. در این باره: دفترخانه، داخل شدن، خال، جغرافیا، سیاسی، دلفریب، ارتباط داشتن، خاتمه دادن، متعدد، نشان دهنده، ابعاد، خردریز، خالص، غارتگری، دهه، طی کردن، ژله، در طول، کاغذی.